ما براتون تایپ کردیم، فرم‌ها را کلاً عوض کردیم. من نگاه کردم دیدم دقیقاً کلمه به کلمه همون چیزایی بود که ما خودمون خواسته بودیم. گفتیم الان شد، ما الان اینا رو امضا میکنیم. دیگه یکی یکی امضا کردیم و بعدش دیگه اون ریل های بعدی بود که رو ریل برگشتم افتاد. حالا شما گفتید اون صحنه خیلی واقعاً واو بودن، واقعاً مستاصل بودن، اصلا باورشون نمیشد. اینا فکر میکردن الان میان به ما میگن آزادی، ما دست اینا رو بوس میکنیم میام سوار میشیم. بچه ها که از جاشون تکون نمیخوردن، میگفتن عباس سخنگوی ما صحبت میکنه، همه واقعا با اون حال خراب و نزار. منم بهشون گفتم شما، داشتم بهشون بحث میکردن، این که میگید برید فردا، خب ما رو برمیدارید میفرستین سریلانکا، سریلانکا ما از اونجا تحویل ایران میده، کی تضمین میکنه؟ بعد ما رو تحویل نمیدونم برکینافاسو میدیم. با هم دیگه بحث میکردن همونجا، هم در واقع یعنی توی صحنه انقدر به اصطلاح حرف ما منطقی مستدل و حرف اونا غیر واقعی بود که همونجا خودشون تک تک اون کارمنده، همونایی هم که حتی بازم دشمن ما بودن، اینا به یک نوعی تایید میکردن. اون یکی نماینده صلیب سرخ مسئول دفتر بغداد بود که اونجا، اون اومد به من گفت وقتی تو اون کمیته داشتن این فرم رو تنظیم میکردن، من بهشون گفتم ببین قبل از اینکه این فرم رو تایپ کنید نظر این عباس رو بپرسید، چون من میدونم ببریم اونجا اون دبه در میاره. گفت اینا قبول نکردن. الانم من میدونستم که الان دیگه مشکل پیش اومد و بعدم خورد به اصطلاح تعطیلی و اینا که دیگه برگشتیم. که بعد روز بعد اونی که خواستیم دقیقا همون خطی که ما خواستیم طابق و نعل به نعل اجرا شد و پیش بردن. مبارک و پیروزی مضاعف.